سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت از برنامه ما با یکی دیگه از علائم ویژه زبان عربی که در قرآن به کار رفته آشنا میشیم. این علامت، علامت تنوینه. تنوین در لغت یعنی نون دادن. ما در فارسی هم بعضی از کلمات اتفاق میفته که پایان بعضی از کلماتمون در فارسی یک نون ساکنی را ذکر میکنیم اما وجود خارجی نداره، یعنی در اون کلمه وقتی نگاه میکنیم اون نون ساکن وجود نداره، مثل کلمه حتماً یا کلمه بعضن. ما در پایان کلمه حتماً و انتهای کلمه بعضن نونی نمیبینیم در نوشتن، اما موقع خواندن اون نون را میخوانیم. در قرآن هم چنین چیزی وجود داره و علائم ویژه‌ای هم داره. در پایان بعضی از کلمات نون ساکنی نوشته نمی شود ولی خوانده می شود. این نون را اسمش را می زاریم نون تنوین. خب این تنوین اگر که اون حرف آخر فتحه داشته باشه، آخرین حرف کلمه ای که ما می خواهیم تنوین بهش بدیم فتحه داشته باشه، به تعبیر دیگه اون حرف آخر مفتوح باشد، ما اون نون ساکنمون را که حذف شده به جای اون نون محذوف یک فتحه دیگه روی اون فتحه قبلی قرار میدیم. و اگر که اون نون اون حرف آخر مکسور باشه ما نون ساکن را حذفش میکنیم و به جای اون یک کسره دیگه زیر اون کسره قبلی قرار میدیم. و اگر اون حرف آخر کلمه ما ضمه داشته باشه ما اون نون ساکن کلمه رو حذفش میکنیم و به جای اون یه ضمه برعکس یا به صورت ساده مثل همون ضمه قبل روی اون ضمه قرار میدیم. بنابراین ما تنوین سه نوع داریم: تنوین فتحه، تنوین کسره و تنوین ضمه. اگر که ملاحظه بفرمایید بر صفحه مانیتور هر سه شکل از این تنوین را خواهید دید. مثالی که ما می‌خوایم بزنیم برای هر کدوم از اینها و فرمولی که می‌خوایم ارائه بدیم به این شکل خواهد شد که کسره به اضافه نون ساکن میشه تنوین ان، فتحه به اضافه نون ساکن میشه تنوین ان، و ضمه به اضافه نون ساکن میشه تنوین اون. برای هر کدوم از اینها در زبان عربی اسم خاصی را انتخاب کردن. اسم تنوین فتحه را میگن تنوین نصب، اسم تنوین کسره را تنوین جر، و نام تنوین ضمه را تنوین اون میگن. برای اینکه ما یه مقداری بیشتر آشنا بشیم با این درس به مثالهایی که من خدمتون تلاوت خواهم کرد توجه بفرمایید. به صورت بخش بخش میخونم و انشاءالله کلمه را جمعی هم تلاوت خواهیم کرد. اولین کلمه‌ای که برای شما خواهم خوان کلمه حق. کلمه حق آخرین حرفش که قاف هست با کسره بوده، حقه بوده. یه نون بعد از اون کسره حرف قاف مکسور اومده، اون نون رو حذف کردیم به جاش یه کسره
زیر کسره اصلی قرار دادیم. مثال را نگاه بکنید. حقین ترکیبش میشه حقین. ما اگر در نوشتن این کلمه ملاحظه بفرمایید، نون ساکنی نمیبینیم در کلمه حقین، اما در خواندن اون نون را میخوانیم. مثال دوم، مر را تین، ترکیبش میشه مرتن. باز هم یک نون ساکنی در پایان کلمه که خوانده میشود ولی نوشته نمیشود. مثال سوم، عوی من، جداش میکنم، عوی من، عوی من. مثال چهارم، بی سل تا نن، در پایان کلمه سلطان بعد از نون مکسور یک نون ساکن هم بوده، اون نون حذف شده و به جای اون یک کسره در زیر کلمه نون آخر سلطان قرار گرفته، لذا خونده میشه بی سلطانین. خب اینا میشه مثال های تنوین جر یا تنوین کسره. اگر ما بخوایم مثال های تنوین ضمه را هم بزنیم خدمت عزیزان، این کلمه را ملاحظه بفرمایید. حو رون، حو رون، کلمه حورون در پایانش آخرین حرف را مضموم بوده و بعد از حرف را یک نون قرار گرفته، اون نون را حذف کردیم و به جاش یک ضمه روی ضمه را قرار دادیم. اون دوتا ضمه به ما نشون میده که اینجا نون تنوین حذف شد. کلمه بعدی اجلون، اجلون. کلمه بعدی موعظتون، موعظتون. و کلمه چهارم مقصوراتون، مقصوراتون. این هم تنوین رفع یا تنوین ضمه. و اما چند مثال برای تنوین فتحه یا تنوین نصب. برای تنوین نصب اگر بخوایم مثالهایی را خدمت شما عزیزان ارائه بدیم، میتونیم به این مثالها نگاه بکنیم. ما ان، آخر کلمه ما ان آخرین حرفش همزه هست، همزه مفتوح بوده و بعد از اون یک نون ساکنی قرار داشته که اون نون ساکن حذف شده و به جاش یه فتحه روی اون فتحه همزه قرار گرفته، شده ما ان. ما اون نون را میخوانیم بدون اینکه در نوشتن ببینیم. خب در تنوین نصب یا تنوین فتحه یک ویژگی وجود داره که من به اون ویژگی اشاره میکنم و چند تا مثال دیگه هم برای شما خواهم خواند. اغلب در نوشتن تنوین فتحه و تنوین نصب یک الف هم میآید، یعنی ما در آخرین، بعد از آخرین حرف کلمه ای که تنوین نصب و فتحه میخواد بگیره یه الف هم مینویسیم، اون الف هم خوانده نمیشود. یعنی همون گونه که نون ساکن نوشته نمیشه و خوانده میشه، یه الف هم نوشته میشود ولی خوانده نمیشود. در حالت عادی ما اونو نمیخونیم، فقط جایی که اون
الف خوانده میشه جایی است که ما وقف بکنیم که انشاءالله در آخرین درس روحانی و روانخوانی در نحوه خوندن اون اشاره خواهم کرد. مثال ها را ادامه میدیم. کلمه هدن، هدن باز نون ساکنی نوشته نشده ولی ما میخونیم پایان این کلمه هو دن، هدن. مثال بعدی مو سم من، این در این دو تا کلمه یا را اگر ملاحظه بفرمایید یک یای بدون حرکت وجود داره که ما نمیخونیمش اون را، اونم در چند درس آینده انشاءالله توضیح میدیم، جز حروف ناخوانایی است که نوشته میشه ولی خوانده نمیشه. مثال چهارم ترابن، تفکیکش میکنم تو را بن، ترابن. این هم این مثال. باز آخرین مثال مصیران، مصیران. در این دو مثال آخر اگر ملاحظه بفرمایید بعد از حرف آخر علاوه بر علامت تنوین یک الف هم آمده، اون الف را الف ناخوانایی است که در حالت عادی که ما تنوین را میخونیم اون الف خوانده نمیشه، فقط در مواقعی که ما بخوایم وقف کنیم اون کلمه را اون وقف اون الف اونجا خودش را نشون خواهد داد. مثال های فراوان دیگه را انشاءالله در تلاوت جناب آقای غلام نژاد و همچنین در کتابتون که در تمرینات کتابتون که اومده ملاحظه بفرمایید، بخش بخشش کنید و بخونید. فقط این نکته رو عرض بکنم، نون تنوین در هر سه حالت تنوین نصب، جر و رفع موقعی که شما کلمه را بخش خوانی میکنید و تفکیکش میکنید اون نون را باید به صورت ظاهر بنویسید. وقتی کلمه بخش بخش میشه اون نون باید نوشته بشه. این مثال را توجه بفرمایید، علی من، در کلمه علی من اون نون ساکن ا یک بخش، لی یک بخش و من هم یک بخش، علی من. اون بخش آخر نون تنوین ساکنی است که باید هنگام بخش کردن ظاهر بشه و نوشته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال لق ما نو لب نی هی و هو و یا عی ظو هو یا بو نی یا لا تش ریک بیل لا هی این نش شیر که لا ظل من عظیم و وصینا الانسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.